مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری رسول اعظم صلی الله علیه و آله در خلال جشن‌های گرامی داشته عید قدیر در شهر مقدس کربلا از جمع کثیری از فرزندان شهدای نیروهای مدافع عتبات و مقدسات عراق الهشت شعبی تجلیل کرد. این مراسم با حضور شخصیت‌های دینی، سیاسی و عشایری همراه بود. به گزارش شیوز، مراسم تجلیل در سالن مناسبت‌های شهرک مسکونی دوره کربلا برگزار شد و حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین امیری در آن طی سخنانی به بیان برخی از فرمایشات مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی دامز الله پرداخت. وی در سخنانش با اشاره به فداکاری‌های شهدا و خانواده‌های آنان در راستای دفاع از اماکن مقدس و در رأس آنها شهر مقدس کربلا بر لزوم توجه به حرمت و قداست این شهر تأکید کرد. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه و مسئول مؤسسه رسول اعظم صلی الله علیه و آله دومین سخنران مراسم بود. وی نیز در سخنان خود بر لزوم جانبداری از خانواده های ایثارگر و ارائه حمایت های کامل به ایتام تأکید کرد. در پایان این مراسم و پس از مدیح سرایی، شعرخوانی و اجرای نمایش، هدایایی از سوی مؤسسه رسول اعظم صلی الله علیه و آله به فرزندان شهدای الهشت شعبی اهدا گردید.